ببین سایه خدا آمد و آنجا و از دور ایستاد، مر عمر را دید در لرز افتاد. حالا داره با خودش حرف میزنه، گفت با خود من شهان را دیدم، پیش سلطانان نهو بگذیدم، از شهانم هیبت و ترسی نبود، هیبت این مرد هوشم را رو بود، رفتم در بیشه شیر و پلنگ، روی من زیشان نگردانید رنگ، بس شدستم در مساف و کارزار، آن زمان بوده است بر من کارزار، بس که خوردم بس زدم زخم گران، دل قوی تر بودم از دیگران، بی سلاح این مرد خفته بر زمین، من به هفت اندام لرزان. چیست این؟ خبت تأثیر داره میگیرم، متشکرم. شو کورشو امپراتوری روم شرقی و شاهنشاهان ایران احسنت. و خوابیدن روی خواب و بستر از کلنگ اضرابی در این مرد ایجاد میکنه. این لحن بسیار زیباتون استاد سپری، این لحن بسیار زیباتون. مرد گفتش که امیر المؤمنین، جان زبالا چون در آمد در زمین، مرغبی اندازه چون شد در قفس، خیفه جواب داد گفت حق، بر جان فسون خند و کشست، از فسون او عدم ها زود زود، خوش معلق میزند سوی وجود، باز بر موجود افسونی چو خان، زود و اسبت در عدم موجود ران. این بحثیست که صد هزاران زد زد را می کشد، بازشان حکم تو بیرون می کشد، از عدم ها سوی هستی هر زمان هست، یارب کاروان در کاروان، باز از هستی روان سوی عدم می روند این کاروان ها دم بدم. بعد گفت یا عمر چه حکمت بود و سر، حفظ آب صاف در جای کدر، منظور روحه، روح متعالی، روحی که خارج از این محدوده حسه چطور در بدن تو قرار گرفته و آنچنان بر تو تسلط پیدا کرده که هواهای نفسانی را توانسته ای. متشکرم استاد سپری، متشکرم استاد سپری، لحن بسیار زیباتون و این اشعار زیباتر از اون واقعا مرا جالب. الو. آب صافی در گلی پنهان شده، جان باقی بسته ابدان شده. آقای هاشمی از خدا میخواهم که جان باقی ما از اسارت این نفس شیطانی آزاد شود. واقعا ما را جادو کردین استاد سپری، عذر میخوام. با این شعرهای بسیار زیباتون قرار بود 10 دقیقه فقط. جادوی من نیست، این جادوی مولانا است. البته ببخشید میگم مولانا اصطلاحه، وگرنه مولانا ما خداست. واقعا مولوی، جادوی مولوی، جادوی سعدی، جادوی حافظ، جادوی قرار بود فقط 10 دقیقه، ولی از بس اشعارتون واقعا ما را جادو زده کرد، دیگه توان نداشتیم اصلا، حیفمون میاد واقعا این اشعار را قطع کنیم. من حقیقتا یعنی برام سخته که الان این اشعار را قطع بکنم و با شما خداحافظی کنم. کاش ساعتها وقت داشتیم. این اشعار بسیار زیبا، بسیار زیبا واقعا، فرمایشاتتون با این اشعار زیبا در یک سمت و بیاناتی که تا به حال در این مورد شده در سمت دیگر، خدا قوت قلب بهتون بده و خدا جزای خیر بهتون بده. و به بینندگان عزیز منم برای شما دعای خیر میکنم. خدا حفظ. این همه آوازها از شه بود، گرچه از فرقوم عبدالله بود. ظاهرا تماسمون قطع شد. به هر صورت از شما تشکر میکنم استاد سپری. بینندگان عزیز، این کتابی که ایشون تدوین کردن و زحمت کشیدن، کتابی به عنوان خلفاء راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی، که مجموعه از اشعار و قصاید بزرگواران امثال فردوسی، سعدی، حافظ، نظامی گنجوی، مولانا و سعدی و غیر و غیر جمع آوری کردن. حتما این کتاب تهیه بفرمایید تا ببینید که میراث فرهنگی ما فارسی زبانان چگونه اومده و صحابه رسول، خلفاء راشدین را چگونه ستودند و این گونه بودند. خب بیننده پشت خط من، عرض سلام دارم خدمت شما. بفرمایید دوست عزیز. آقای الو. بفرمایید.
سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. خسته نباشی آقای هاشمی. سلامت باشین، بفرمایید. شما در مورد خلفای راشدین صحبت می‌کنید. والا موضوع برامون صحابه در قرآن، اما ابتدای برنامه خلفا و راشدین در قلمرو به نظم و نثر فارسی بود. بفرمایید. حالا منبر آزاده دیگه، میشه هر بحثی کرد دیگه. البته هر بحثی موضوع که در رابطه با مرتبط چی موضوع باشه، یعنی در موضوع صحابه هر چی میخواهیم بفرمایید، البته مختصر لطفا. چشم بفرمایید. من اول از همه میخواستم تشکر کنم از خدمت شما که زحمت میکشین، ولی به نظر من شما زحمتتون دارید بیهوده میکشین. خب بفرمایید. چون شما اگر بخواییم در اصطلاح مردم راهنمایی کنیم به اسلام واقعی، اصل راهتون این باشه که بین اهل تسنن و شیعه اتفاقی نفاق پیش نیاد. این بحث خیلی خوبه، به شرطی که همه توجیه بشن به این مسیر برسن، ولی اگه خدای نکرده قصد و غرض یا غیر از این باشه، شما به جایی نمیرسیم. بعد عرضم به حضور شما، این شما میگین که به اصطلاح ما باید از قرآن کتاب خدا پیروی کنیم و از سنت های پیغمبر برسه. احسنت، قطعا اینطور. خب الان من بعد 1400 سال قرآن رو باز میکنم میخونم، درسته؟ درسته. من معانی این قرآن متوجه میشم، ولی باز هم به اصطلاح بعضی از قوانینی که توی قرآن نوشته توی دوران این زمان نمیگنجه. یا سنت پیغمبر، زمان سنت پیغمبر، مگه خود پیغمبر کنیز غلام نداشتن؟ از موضوع برنامه خارج شدیم، ولی خب به هر صورت ببین. نه، میخوام برسم به موضوع. خب میترسم مسافت طولانی میخواین طی کنید تا به موضوع برسیم. ببینید نه، قرآن نه، خب ببینید قطعا قرآن تمامی احکام و تمامی موضوعات را شامل شده و چیزی در قرآن جای خالی نداریم. ما فرطنا فی الکتاب من شی، در قرآن جای خالی نیست و سنت رسول بیان کننده قرآن. نه، منظور من اینه که سنت پیغمبر اون زمان به اصطلاح کنیز و غلام وجود داشت، ولی در عصر ما الان شما میتونی یک کنیز یا غلام داشته باشی؟ نمیتونی. بعد این حدیث پیغمبر که گفته بعد از من، حالا شما به تو اهل تسنن میگن این حدیث اینجوری میگن که به اصطلاح شما بعد از من به کتاب خدا و سنت های من به اصطلاح عمل کنید تا رستگار شهید. ولی ما اهل تشیع میگیم که پیغمبر فرمودن در حدیثشون که برای رستگاری شما به عرضم به حضور شما قرآن و اهل بیت من چنگ بزنید. درست یا نه؟ حالا این گفته ما شیعیات، اونم گفته اهل تسنن. حالا من بعد 1400 سال بخوام اینا بدونم که کدوم اینا درست گفتن. خب دوست عزیز، ما وقت برنامه‌مون خیلی محدود. آقا آقای محمودی از تهران، من میدونم شما میخواین بالاخره شاید به هدفی دارین، ولی شاید بعد از نیم ساعت به اون هدفتون برسین. ما نیم ساعت برنامه، دقایق برنامه محدوده. ما فقط من یک دقیقه به شما اجازه میدم، در عرض یک دقیقه هر چی میفرمایید مطرح کنید. یک دقیقه دماشون قد میشه. اینو میخوام بگم که همه انسان ها از ابتدای خود حضرت آدم در معرض امتحان قرار گرفت. بعد وفات حضرت رسول امکان داره به اصطلاح حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، اینا هم در مرحله امتحان قرار گرفتن. از کجا معلوم اینا که نباشه که اینها به دلیل مثلا متاع دنیا فرید دنیا رو خورده باشن، شیطان رو خورده باشن؟ وقتی که حضرت محمد در قدیر خون دست حضرت علی رو میبره بالا، میگه بعد از من مولا و سرور شما این شخص، برادر مولا و کی؟ این شخص، شما باید از این پیروی بکنین. حالا بعد اهل تسنن برادران میان بعضی هاشون تفسیر خاص خودشون میکنن که آقا ثانیه. اونجا اگر حضرت محمد گفته مولای شما هست، یعنی بزرگتر شما، نه به عنوان خلیفه شما. خب نمیشه چنین برداشت. وقتتون به پایان رسید آقای محمودی، خدایا رو نگهدارتون. مطالبتون متاسفانه مرتبط با موضوع نیست.
و برای اینکه میدونید ما وقت برنامه محدوده و اگر قرار باشه من هیچی نگم، شما فکر میکنم یک ساعت برنامه ما فقط اون مسافتی که میخواین طی کنید و بعدم به هدفتون نرسید، انشاءالله پاسخ موضوع رو انشاءالله کارشناسان برنامه و آقای درانی انشاءالله این پاسختون رو خواهند داد. یک میان برنامه بعد از اون با استاد درانی در استودیو انشاءالله مطالب رو ادامه خواهیم داد. انتخاب با شماست. به نظر شما کدام یک از برنامه‌های زنده ذهن مفیدتر و جذابتر است؟ حقیقت‌های پنهان تاریخ. زمان پخش شنبه‌ها ساعت 21:30 به وقت تهران. پنجره. زمان پخش دوشنبه‌ها ساعت 21:30 به وقت تهران. منبر آزاد. چهارشنبه ها ساعت 21:30 به وقت تهران. خواهشمندیم شماره یا نام برنامه انتخابی خود را به شماره تلفن 2097-155-480-4621 SMS نموده و یا به ایمیل kankash@nurtv.net ارسال نمایید. همراهی شما همواره راه گشای ماست. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان بیننده، نظرسنجی که مشاهده فرمودین در رابطه با برنامه های زنده است که انشاءالله به حول قوه الهی در هفته های آتی نظرسنجی در رابطه با برنامه های دیگر خواهیم داشت و حتما این نظرسنجی ها برای ما یک نظرسنجی هم برای ما مطرحه و بر اساس اون ما میتونیم تصمیم گیری هامون، برنامه ریزی هامون حتما استفاده خواهیم برد و شما حتما در صورت توان این نظرسنجی ها مشارکت بفرمایید و انشاءالله ما نهایت استفاده را از این نظرسنجی ها خواهیم برد. من عرض سلام دارم خدمت شما استاد قاسم عزیز، زحمت کشیدین و در استودیو تشریف آوردین. تا حالا فقط صداتون از طریق تلفن میشنیدیم ولی خب از نزدیک فکر کنم مطالب خیلی زیباتر و جالبتر میشه مطرح کرد. وقت برنامه خیلی محدوده، استاد موسوی هم منتظر تماس ما هستن. میریم سراغ اصل مطلب، بحث صحابه رسول صلوات الله و سلام علیه. گفتی میشه که صحابه رسول بعد از حضرت رسول منافق شدن، مرتد شدن، هم از دین خارج شدن و 3-4 نفری بیشتر باقی نموندن، بعضی‌ها که خیلی انصاف داشتن به 7 نفر هم بعضی موقع رسوندند. این شما و این مطلب. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما جناب استاد هاشمی و همچنین جناب آقای استاد سپهری وان که با اشعار زیباشون همه رو ما رو بهت زده کردن و از راه دور هم خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای موسوی که بعد از برنامه بنده تشریف میارن سلام عرض میکنم و همچنین خدمت یکایک برادران و خواهران عزیزم در سرزمین همیشه آزاد ایران. الحمدلله. سوال مهمی رو مطرح فرمودید جناب آقای هاشمی که میگن اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم مرتد شدند و منافق شدند. ولی قبل از اون اجازه بفرمایید که بنده مختصری تعریف منافق و صحابه رو خدمتون عرض کنم. البته در مورد صحابه در جلسات گذشته مفصلا صحبت شده و تعریف از صحابه هم شده و خلاصه به خاطر که یاد آوری خدمت بینندگان عزیز بشی میگیم صحابه معتقدیم کسی است که با ایمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو دیده و با ایمان هم از این دنیا رخت بربسته و مفصلا در هفته‌های گذشته صحبت شده. حالا می‌فهمید به منافقین، منافق کیه که طبق اون تعریف بعدش می‌بینیم که آیا صحابه منافق هستند و یا منافق نیستند. بله. تعریف منافق لغتاً گرفته میشه از نافقه یونافقو گرفته میشه. یعنی کسی که تظاهر به چیزی می‌کنه، داخلش چیزی و باطنش چیزی دیگر هستش. و در اصطلاح منافق تعریف منافق اصطلاحا یا عرفا تعریفش میکنن میگه یظهر الاسلام و متابعت الرسول و یبطن الكفر و معادات الله و رسولی. یعنی ظاهرش مسلمونه، اتباع پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میکنه، در تمامی حرکات و سکنات میخواد از رسول خدا پیروی کنه ولی در حقیقت کفر و دشمنی با خدا و رسول صلی الله علیه و سلم رو. پس این نفقی که به زبان عربی تونل میگن نفق. آره در این تونل این نفق در حقیقتا آره چرا بهش میگن اصلا منافق؟ بهش میگن نفقه
چون که به حیوانی که هست چی میگن دب عربی میگن سوسمار میگن.